به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از ارگ ریاست جمهوری، پاکستان که دلوی دلو الوتک د قربانیانو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تسلیت پیغام. په خوشنۍ سره خبر شوم چې کراچی ښار ته سیرمه د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لویدلو پیښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوغښتې ده. انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د دغې دردناکې پیښې د قربانیانو کورنیو ته چې د خپل کورنیو غر یې له لاسه ورکړی او همدارنګه د پاکستان حکومت ته خپل د خوا خوشی او غمشریکي مراتب وړاندې کوم. د افغانستان ولس د دغه پیښې د قربانیانو د ورجنو کورنیو حالت درک کوي او زموږ ملت او حکومت په دغه غمجنو شیبو کې د پاکستان د خلکو او حکومت تر څنګ دي. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس او همدارنګه د حامد کرزی د تسلیت پیغام. په ډیر خوشنۍ سره مې د پاکستان په کراچی ښار کې د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط خبر ترلاسه کړ. د دغې غمجنو پیښې له کبله د خپل ژوړې خوشنۍ او دادګرنۍ مراتب د ورور ګاونډي هیواد پاکستان حکومت خلکو او په ځانګړې توګه د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته وړاندې کوم او د لوی خدای جل جلاله له دربار شهیدانو ته د جنت او دوستانو ته یې د جمیل صبر استدعا کوم. و همچنان گزارش دیگری از اشت صبح، سقوط یک هواپیمای پاکستانی، شمار معدودی از مسافران زنده ماندن. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که یک هواپیمای بنگلادی پاکستان یا PIA در پرواز A320 به دلیل نقض فنی در نزدیک میدان هوایی کراچی سقوط کرد و بسیاری سرنشینان آن جان باختند. بر اساس آمار رسمی مقامات صحی در پاکستان تا اکنون مرگ حدود 30 سرنشین تایید شده است، اما تصریح کردند که این آمار نهایی نیست و کارمندان صحی در حال جمع‌آوری پارچه‌های اجساد قربانیانند. این در حالی است که به گزارش روزنامه دان تنها 3 سرنشین از جمله ظفر مسعود رئیس بانک پنجاب از این سانحه به شکل معجزه‌آسای زنده بیرون آمدند. همزمان با این رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که روند معاینات DNA روی اجساد برخی از قربانیان نیز آغاز شده است. این هواپیما از لاهور به سمت کراچی در حرکت بود و حدود 91 مسافر و 7 خدمه را حمل می‌کرد. منابع هوایی پاکستان دلیل اصلی سقوط این هواپیما را بازنشستن چرخ‌های آن حین نشست خواندند. در تصاویری که جیو نیوز نشر کرد، این هواپیما حوالی 2:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت پاکستان در منطقه مسکونی نزدیک به باغ جنا از حوالی میدان هوایی کراچی سقوط کرده و آتش گرفت. همزمان با این، مقامات صحی در پاکستان گفتند که حدود 30 تن از باشندگان محل نیز زخم برداشته و به شفاخانه انتقال یافتند. اداره هوایی پاکستان فهرست از سرنشینان این هواپیما را پس از وقوع این رویداد در رسانه‌های آن کشور نشر کرده است. بر اساس فهرستی که PIA نشر کرده، این هواپیما حدود 91 مسافر داشته. 51 مرد، 31 زن و 5 کودک در میان قربانیان آن شامل است. جیو نیوز گزارش داده که در این فهرست اسم انصار نقوی، روزنامه‌نگار ارشد پاکستانی، مدیر برنامه نویسی شبکه 24 آن کشور نیز دیده می شود. منابع هواپیمایی در پاکستان گفتند که رابطه آنان با این هواپیما تنها 1 دقیقه پیش از فرود آن قطع شده است. به نقل از جیو نیوز، این هواپیما قدیمی نبوده و از 10 سال بدین سو در چرخ گردش سکتور هواپیمایی آن کشور در آمده بود. حکومت افغانستان نیز با پاکستان ابراز همدردی کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک رشته از توییت های به خانواده های قربانیان و حکومت پاکستان بابت این سانحه تسلیت گفته و تصریح کرده که افغان ها در روزهای سخت در کنار ملت پاکستان خواهد ایستاد. این 3مین سانحه هوایی در جریان 10 سال در پاکستان است. یک هواپیمای بین‌المللی پاکستان در 2016
در حالی که به سمت اسلام آباد در حرکت بود سقوط کرد و بیش از 40 سرنشین آن کشته شد. بیشتر یک هواپیمای دیگر این شرکت انگامی که از کراچی به سوی اسلام آباد در حرکت بود در نواحی اسلام آباد سقوط کرد و 152 سرنشین آن کشته شد. گزارش دیگری از 8 صبح، نگرانی از فساد در مصرف بودجه مبارزه با کرونا، اداره های محلی باید پاسخگو باشند. با وجود که حکومت اداره های محلی را موظف کرده تا از مصارف بودجه ایشان به مردم و رسانه ها گزارش ارائه کنند، اما این اداره ها تا اکنون گزارش از مصارف بودجه مبارزه با کرونا شریک نکردند. دیدبان شفافیت و کمیسیون دسترسی به اطلاعات از عدم نشر گزارش مصرف بودجه ابراز نگرانی می کنند. این نهادها می گویند که عدم نشر گزارش مصارف بودجه مبارزه با ویروس کرونا زمینه فساد در اداره ها را فراهم می سازد. این نهادها از اداره های محلی می خواهند که در زمینه مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا پاسخگو باشند. عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت علی‌رغم اینکه حکومت بارها به اداره های محلی تصریح کرده تا از مصارف بودجه مبارزه با ویروس کرونا به نهادهای جامعه مدنی، مردم و رسانه ها گزارش ارائه کنند، اما این اداره ها تا اکنون در گزارش دهی در مصرف بودجه تعلل کرده و گزارش ارائه نکردند. بهادری بیان داشت که هر چندین بار در اداره مستقل ارگانهای محل برای نشر گزارش مصارف بودجه تخصیص داده شده برای مبارزه با ویروس کرونا نامه فرستاده، اما این اداره تا اکنون به نامه های این کمیسیون پاسخ ارائه نکرده است. او گفت که اداره های محلی مکلفند که از مصارف بودجه مبارزه با ویروس کرونا گزارش دهی کنند و مردم و جامعه مدنی را از چیگونگی مصرف بودجه آگاه بسازند. هرچند شمار از اداره های محلی در صفحات فیسبوکشان از چیگونگی مصارف بودجه معلومات دادند، اما کمیسیون دسترسی به اطلاعات این معلومات را کافی نمی داند و از اداره های محلی می خواهد که از مصارف بودجه به گونه جزئی معلومات ارائه کنند. آقای بهادری گفت شفافیت پروسه در این است که چگونه مصرف شده، چگونه مردم را در پروسه شریک می کنند و چگونه به مردم اطمینان می دهند که پروسه شفاف است. وقتی پروسه شفاف نباشد و مردم دسترسی به معلومات نداشته باشد و محرم کاری باشد، موجودیت فساد حتمی است. او گفت اداره هایی که معلومات را پنهان می کنند و با مردم شریک نمی کنند، نگرانی کلانی را برای سایر نهادها به وجود می آورند. با این حال او افزود که این نهاد در صدد قانع کردن اداره های محلی است تا آنان گزارش مصارف بودجه ایشان را با تمام جزئیات با مردم شریک کنند. محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز بیان داشت که در اطلاعات و معلوماتی که بتواند حسابدهی و شفافیت را در اداره های محلی به وجود آورد وجود ندارد. آقای تیموری در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که ولایت‌های کاپیسا، سرپل و بامیان در صفحات اجتماعیشان گزارش مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا را به نشر رسانده و نیز یک کپی آن را در اختیار نهادهای جامعه مدنی قرار داده است. او اما این اطلاعات و گزارش‌ها را ناقص دانست. آقای تیموری گفت که این گزارش‌ها با جزئیات ارائه نشده و مشخص نیست که بودجه در کدام بخش‌ها به مصرف رسیده است. او افزود ولایت ها باید مشخص کنند که مثلا به چه تعداد چپرکت خریدن و به چه قیمت خریدن. در بخش خریداری برای ما مشخص نیست که این چپرکت ها به طور مثال در کدام مراکز صحی توزیع شده. اطلاعاتی که بتواند حسابدهی اجتماعی را به وجود بیاورد وجود ندارد. وزارت صحت عامه برای مهار ویروس کرونا به ریاست های صحت عامه هر ولایت پول نقد ارسال کرده است. بر اساس معلومات این وزارت در حدود 237 میلیون و 344,967 افغانی را جهت مبارزه علیه ویروس کرونا به ولایات اختصاص داده است. در همین رابطه سعید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل می گوید پولهایی که برای مبارزه با کرونا به ولایت ها فرستاده شده بود به گونه شفاف به مصرف می رسد.
دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.